اینجا شهر مرزی پیرانشهر است، یکی از مناطق مرزی ایران و کردستان عراق. شاید چنین تصور کنید که تمامی کامیون هایی که در این قسمت منتظرند که وارد کردستان عراق بشن، همه کالاهای صادراتی ایران به کردستان عراق است، ولی چنین نیست. تعدادی از این کامیون ها حامل کالاهای چینی هستند که پس از گذشت از مرز ایران و رسیدن به شهر مرزی حاج عمران در کردستان عراق به ایران قاچاق می شوند. اما این چطور ممکن است؟ بازرگانان مرزنشین ایرانی طی سالهای اخیر با خرید مستقیم کالا از چین و دبی و ارسال این کالاها برای کردستان عراق و سپس وارد کردن آنها به صورت قاچاق به ایران باعث شدند تا حجم کالاهای قاچاق چینی که از این مرزها وارد ایران می شوند به بالاترین حد خود طی سالهای اخیر برسند. معمولاً ورود کالا به شکل قاچاق از کردستان عراق به ایران به دو روش انجام می شود. نحوه ورود کالا به این شکل است که کالاها پس از خرید در چین به مقصد کردستان عراق وارد بندرعباس شده و از ایران فقط ترانزیت می شود. اما این کالاها پس از گذشت از مرز ایران متوقف شده و به صورت قاچاق عمدتاً با چهارپایان، نفر و یا موتورسیکلت به ایران قاچاق می شود. به این صورت مالکان این کالاها علاوه بر این که گمرکی به ایران پرداخت نمی کنند، می توانند هر کالایی که می خواهند وارد ایران کنند. راه دیگر ورود کالا به این شکل است که کالاها وارد بندر بصره شده و از آنجا به کردستان عراق حمل می شود و در شهر مرزی حاج عمران در کردستان عراق تخلیه می گردد و از آنجا به ایران قاچاق می شود. اما این روش ورود کالا که تا حدی موجب رونق اقتصادی کردستان عراق گشته، چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشته است؟ شاید قاچاق کالاهای چینی ارزان قیمت باعث رونق اقتصادی کاذبی در شهرهای کردنشین ایرانی مانند بانه، سردشت و پیرانشهر و غیره شده باشد. اما این حجم کالاهای غیر استاندارد چینی لطمه جبران ناپذیری به صنعت ایران زده و موجب تشدید بیکاری در ایران شده است. چند تا دیگه؟ چند؟ چند تا دیگه؟